Escribe Mara, no me vi. Ne bileyim yani. Ben de mi bileyim? Kohu. Meyve Ne misin? Dur az yeksel olsun. bileyim. Yeni yakmayız aslında. Sarı şok. Ne işte kedi boş mu ben ya kedi yakıp diskasyon mekanım. Degamayt mekanım şuru mekanım azim. Bala doktor sözü payda John, boz Ferimo John, boz Hadice John, boz Razya John. Yine mütür sarış baskıda mıydı? Yeni yakmayız aslında. Twenty-seven-year-old, 27-year-old grabbed a tree, pair of tree delivered at home 2 days ago. Dürüst bir işte hanımına. Ağrık şumak, bir grup şumak şükür kıl İngilizce. And gradually develop high temperature, 104 Fahrenheit. Patient is confused, but responsive, flushed skin, tachycardia, blood pressure is 90 over 50. Urine output is 15 cc per hour. No history of BPH, postpartum hemorrhage, or any evidence of bleeding now. So what is your next step? Patient, it's first time it's she delivered 2 days ago, but she now right now she has a high blood temperature and Right. some sign and symptoms. It's likely to have a sepsis or like this. So the best things for the patient is do some lab examination, physical examination, special for the vagina. Because there's maybe some foreign body in it to the vagina, or maybe a piece of placenta for vaginal examination. We find it there's, we find suspect some things. So as the best things for the next step is do physical examination. Okay. In physical examination, you find the uterus to be. Let's just go to the next one. And we're going to ask Farimo John about this. What is your impression? Ustad, da bore az ami mariz guftin? Ben bir kol şam yani mariz just guftim. In ole amu inkomiyate ki chi problem dare chi asta? Chi fikir mekan? Emkan dare ustad i anemik boshe besyar ziyad. به خاطر از اینکه بله آه استاد به خاطر از اینکه ای دو روز قبل ولادت کرده و فعلا امی فشارشم تقریبا فشارشم پایین است 95 و کدام پی پی ایچ هم در فعلا نداشته حتما ای قبلا استاد انیمیک بوده کال فعلا به این حالت است یک کسی که می پشتون که هایپو تنشن داره و تمپرچر بلند داره تکی کردی داره و هیچ آدسه پی پی ایچ هم نداره اولین چیزی که شما فکر میکنی پیش ازی که بگینی انیمی کس انیمی ایت نمیسوزه اول خواه انیمی حرارت نمیده دوم انیمی معمولا سبب هایپو تنشن نمیشه برای ازی که مخصوصا انیمی هایی که به صورت کرونیک باشه هیچ وقت سبب هایپرتنشن نمیشه این بیترین امپریشنتون یک سپسس است سپتیسیمیاس یا سپسس است که میفهمید مریضای حامله در مقابل سپسس مخصوصا گرام نگتیو بسیار زیاد حساس است خب این حال فریما جان یک سوال دیگه ازت بکنم ما بین گرام نگتیو و گرام پازیتیو چی فرق است گرام اخ می فهمم یک استینه یک رنگ است باکتریا را رنگ میکنه سرخ رنگ میگیره گرام پوزیتیو است و که قسم بلو یا پرپل رنگ میگیره و گرام نگاتیو است مثل ای کولای یا مثلا باسیلی تایف مورقه خب این حال دمو بین گرام نگاتیو و گرام پوزیتیو باکتریا چه فرق است من برتان میگم خب به هر صورت اینی چیزهایی بسیار بیسک است که آدم باید بفهمه
مریضی که وقتی شما یک مریض میبینید میگین گرام نگتیف سپسیس داره، این گرام نگتیف چی مانا میده و چی از گرام پازیتیف سپسیس چی فرق داره؟ خب خدیجه جان بگو برم بی که گرام نگتیف و پازیتیف چی فرق داره. سودینه می یاد منموندم تا بر ما گفته بده نمیره که نمیفهم افرازات خدا اینا در داخل افراز میکنه چطور ما استاد یادم نمانده می بخش خوب است بسیار خوب اینه می توانید بسیار معقول جواب است در کابل در افغانستان یک عادت است که اگه جواب بفهمن یا نفهمن این چه همه از خاطر زیرش که خدا ناکده ما کسی در کدام آزار بتم یا کسی را به اصطلاح پریدیان آن سپاد خدا ناکده خجاله بگیره برزیز کدام یاد بگیره سوده بناسیم خویی مریض پوستپارت منفکشن است و دیگه گرام نگتیف یاد استود مام نمیفهم خب او رو خبرتان چند دفعه گفتیم که می گلستان خاندی گفتن خاندی مو اختیار بگم رفته گفته آم ببینید گرام نگتیف بکتریا هستن که اندوتاکسین دارن. اندوتاکسین چه معنی ده؟ که تاک جدار هجروی سالم است، تاکسینشان در خون داخل نمیشه. هر وقتی که بکتریا را کشتین، جدارش تخریب کردین، اندوتاکسین داخل دوران میشه. مثلا شما اگر من یک مریض مرقر دفعتاً انتیبیوتیک زیاد میتونید تداوی میکنید، باید متوجه باشین که چون گرام نگتیو است، این بکتریوسایت مخصوصا میتونه که چهار میکشه بکتریوستاتیک نیست که پرولیفریشنش استارت کنه منتها بکتریوساید است که میکشه جدار هجروی میترقه باید متوجه باشیم که اینا در گرام نگتیف سپسیس نرون دیگه چیزی بسیار مهم اینجا که کریما جان خوب گوشته بگی که یورین آوت از 15 سی سی پر آور هر وقتی که یورین آوت از 30 سی سی در دقیقه پایان به این معلوم دار نشان میده که یک اسکیمی کلی است که در سپتک شاک و در هایپوبولمیک شاک هم این چیز است گرام پازیتیف است که جدار بکتریا چی است سالم است منتها تاکسین خود خارج میکنه که باز و گرام پازیتیف شاک هم است مثلا استافلوکاکا در چی در محبل وقتی کسای تمپانای کلان استفاده میکنن و دیر میمانه اینمی استفرکوکات تاکسین افراز میکنن که تبا به گرام پازیتیف شاک میشه خب رضیه جان بشنوی گپ مرا ببی میکروفون تا آن کن ببی بله شد بشنوی اینا رو میگه Do you want to have more information about her? میخوایی زیاد فالبات رژیمی پیدا کنی مستاد از شما مجبور بشنه اینی مثل عزیز که ما شما در لب بستر اینی مریض بیت ساید تیچینگ میکنیم بیت ساید دسکشن میکنیم خب Do you want to have more information about میخوایی زیاد معلومات رژیمی باشته باشی اگه از چی رو میخوایی که باشی اگه نمیفهمید که اگه میخوایی ترشه شریفه جان پرسون میکنم. امراید کی بود یا کسی دیگه هم بود امراید راجه جان؟ دکترسم جمیله جان است. خبز در جمیله. جمیله جان خودت بگو. میفهمی که کدام معلومات دیگه راجه بایی میخوایی بفهمی؟ بله استاد معاینات فیزیکی مریض خوب سعی سر تا پای میکنیم. بسیارا. و دیگه باز معاینات فیزیکی شک کردیم. معاینات لابراتوری هم برش میتیم. سی بی سی برش میتیم. دیگه از خاطر که اگر لوکوسایتوز داشته باشه خب اون یعنی پرشن ما رو تقویه میکنه و دیگه اچ بیش هم اون معلوم میشه دیگه اچ بیش میبینیم اگر داشته باشه الکترولایتاش میبینیم الکترولایتاش میبینیم دیگه دست بلاد گازش میبینیم استاد در سپتک شاک یک حادثی است که در خون به وجود میاد که او رو چی میگن؟ دی آی سی دیسمینیتد آه بله استاد آه. آه. و
برای اصلا تا پلاتلت هایش امکان داره که پایان شده باشه؟ بسیار حالا، بسیار حالا. پلاتلت هایش میبینین، فایبرولیژنش میبینین، دیگه مثل که دینش رو دیدیم، پروترون بن تایم میبینین، اگه امکان داشته باشه، اگه نداشته باشه، بلاد کلات ها که در ابرابشن ماشونه دیدیم که میبینین که آیا خونش علاقه میکنه یا نمیکنه برای او امرای سپتیک شاک یک جای شده، انظارش فوق‌العاده خراب میشه. بله استاد دادم، ماینات اولتراساوند هم در اینجا خوب نتیجه میتونه امکان داره که مثلا کدام پارچه مانده باشه از خاطر از او مثلا به سپسیس رفته باشه، یورین اگزم برش میتیم، یورین انالایز میکنیم که اگر از دبیز یوتی آی نباشه. برای از اینکه یک تعداد گرام نگاتیو ها یک فیصدی زیادشون از خاطر یک پال نفرایتیس که ایکولای است و هم گرام نگاتیو است، از خاطر پیدا میشه. بله استاد. ادوارشو میبینیم، آلتراساوند میکنیم، برای از اینکه بهتری اولین تداوی برای سپتیک شاک چی هستک؟ تداوی اول که آدم مهراقش پیدا کنه، مثل که خود مهراقش میبینیم حال در این مریض مهراق شجاسه ها کدوم پال نفرایتیس است یا کدوم ابسیس در ابدومنش و ایست کدوم پرچی پلسنتا مونده. بله استاد. دیگه چیز بود از این باشیم که این لب تست شو وقت گفتی که چی بکنیم، بسیار الان فوق بده. این حال شریف جان، what is your differential diagnosis؟ تشخیص تفریقی چی است؟ چند رقم شاک است؟ به صورت عموم شاک به چند دسته تقسیم میشه؟ خب اول همین شاک تعریف بره. تعریف شاک چی است؟ آدم کفای قلب و رساندن اکسیژن یا خونی کافی به انسجام. چطور؟ نفهمیدم. اثر بگو بی بی. آدم کفای دورانی در رساندن خونی کافی یعنی مطلب اکسیژن به انسجام ارگان. تعریف بسیار نزدیک است. خوب است فهمیدی. منتها بهترین تعریفی که یک ذره زیادتری رو تشریح میده که تنقیس پرفیوژن محیطی شاک است. وقتی که در محیط پرفیوژن تنقیس یافت شاک است. این حال شاک هستن چند قسم شاک است؟ بله بفرمایید. شاک هایپوولیمیک است، شاک کاردیوجنیک، شاک سپتیک، دیگه شاک نیوروجنیک. بسیار 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 دیگه نارمووالمیک. نارمووالمیک استاد از این مریض که هست دیگه سپتیک شاک زیاد گفتم میتونه نارمووالمیک هست و سپتیک شاک نارمووالمیک هست والیم نرمال هست. خیلی چرا دعویه محیطی خوب پرفیژن نمیرسه؟ باشه رز دیگه کس پسند میکن. آیده جان، گپ ما میشنوی؟ میکروفون تا آف. چرا در سپتیک شاک در حالی که هایپووالیمیک هم نیست؟ والیومه که دپارتمان اول است، کمپارتمان اول است، او کافیست والیومش. منتها مریض در شاک است. از خاطر که یک تنقیس اویی محیطی به وجود آمد. چرا؟ استاد نمیفهم. شریفه جان خودت میفهمی؟ خب ببینید اینه من بهتون کمک میکنم. خواهش ما ایسته که ما شما سرشکت هم زدیم. این حال اینه می موضوع که کل شاک چی میکنه؟ گردان میکنه. اینه میره باید شما کتابچه تان باشه نوت کنید. یاد آدم میره. ما خود چیز بکنم. من یادم نمیه که خود دم چه چی خوردیم. تا قدم نوشتن نکنه. خب ببینین پیشتر گفتیم که تنقیس پرفیوژن محیطی شاک است.
درست؟ این حاله در سپتک شاک چی میشه که یک پریفرال واسکولر سپازم به وجود میه. اویه محیطی به سپازم مصاب میشه و اویه حشوی به دالتشان مصاب میشه. پس کل والیوم دورانی در قسمت احشا پول میشه، در اونجا جمع میشه. وقتی که در پریفری باز کانستراکشن پیدا شد، یعنی به ذات خود تنقیص اویه محیطی رو بوجود میره. از خاطر که کل شاکا مانایشی نیست که وضع دالتشان است. خب اینمی خب دیفرنشال دیاگنوزیس چیست که اینال باید بفهم که های هایپووالمیک است یا نارمال والمیک است یا سپتک شاک است یا نان سپتک شاک است که هایپووالمیک در کدام است؟ در خونریزی های حاد، در سوختگی ها و در تراما. دیگه دیفرنشال دیاگنوزیس در امرای ویزو ویگل ریسپاند است که او معلومدار نیست و امرای تاوینا مترافق نیست و اصلا یک عکس العمل سیمپاتیک پاراسیمپاتیک است در مقابل یک تهدید یا خود تهدید یا تهدید تهدید. خب باشون دیگه چی میگه؟ How would you manage this patient? Resuscitation. این مریضا را اگه شما فلوید بتین کلیه از این هم خوب کار نمیکنه. ببینین کلیه هم در اسپازم هست. بشین کنم کسی آمد زینب جان هست. ببینین کلیه هم به مساب هست. خوب آوتپوت نداره. این حال اگه شما این مریضا را فلوید بتین قلب از این هم معلوم داره قلب راست زیر فشار هست. و هایپوتنشنشن از خاطر لو کاردیاک آوتپوت است. چون خون در احشا ذخیره میکنه پول میشه در اونجا تراکم میکنه لو کاردیاک آوتپوت است که از خاطر لو کاردیاک ریترن است که خوب خون در وقتی قلب پمپ میکنه خون کافی از احشا برش نمیاد. میفهم خون خواهد وارید از جوف سفلی و عرید و جوف علوی میاد اما بینه قلب. هایپوتنشنش این از این خاطر است. ایچی کلیش از خاطر از ایست که تنقیص پرویژن است در کلیه. پس این حال این باید اگه اینا رو شما مایات بتین اینا به عدم کفای قلب راست میره. براتون گفتم بهترین چیز که در کابل است امکانش بسیار زیاد است یک چیز ساده است. در اینجا خواهی سوانس گنز در بوتین راست داخل میکنیم یک سنترال وینس پرشر آدم داخل میکنه که از روی فشار سنترال وینس پرشر آدم میفهمه که آیا به این محلول بتین یا نتین. دیگه اینمی ریسستیشن شست. دیگه معلوم داری رو مانیتورین میکنیم که فشار خودشه آوتپوتشه و دیگه بیشتر گفتیم که مهراقش را باید اول از بین ببریم. دیگه معلوم دار دوای برش میتین که گرام نگاتیب باشه مثل تمام امین گلایکوزیدا. البته در اینجا تداوی ترپل تیرپی رو بگن که هم گرام نگاتیب گرام پازیتیب و انروبیک آدم بته برشون برای زیکی ممنون یک انفکشن مکس می باشه. دیگه معلوم دار مدیکشنشون بهترین چیزی که اینمی سیستم وایی را پس استیبلایز بسازه دوز بسیار بلند کورتیکوستروید است. در افغانستان سالمیدرول به خیال بیافت نمیشه. اگر یافت شد بسیار کورتیکوستروید پوتنت است. 250 میلی گرام هر 12 ساعت بعد داخل بریگه. در غیر از او برش 300 400 میلی گرام هایدروکورتیزون از داخل برید آستاستا برش میتید. اینمی آستاستا استیبلایز میسازه. وقتی که مهراقش از بین بردین گرام نگاتیو و از بین بردین مریض آستاستا خوب بشه. خب زیادتر سپتک شاک ما شما در ابستریت میبینیم. چرا؟ یعنی مریضایی که حامله دار هستن در مقابل گرام نگاتیو تاکسین حساس هستن. یعنی هر کس که گفت یک A+ برش میده.
یک عکس العمل در مقابل گرام نگاتیف مادرای عامله فوق العاده زیاد دارم. چرا از روی چی داره؟ از کجا فهمیدن؟ من رو میفهمم که مریضای عامله بسیار زیاد حساس در مقابل گرام نگاتیف سپسیس، مقابل اندوتاکسین شات، اندوتاکسین. یک ریاکشن؟ آلمان چندین سال پیش این تجربه کردن، یک ریاکشن است به نام شوارتزمن ریاکشن میگن. SCHWARTSMAN شوارتزمن. نام مؤلف شوارتزمن بود. اینا چی کردن که خود اندوتاکسین گرفتن، یک مقدار بسیار کمش در زیر جلد مادر حاملان زرق کردن و کنترلش در کسایی که حمل نداشت زرق کردن. یک تعداد مریضار در گروه تقسیم کردن. دیدن که ریاکشنی که در کسایی که حامل دار هستن بسیار زیاد است. مثل که پی پی دی زرق میکنی، بسیار کسایی که توبرکلوز داشته باشه بسیار چیش زیاد میباشه. در کسایی که ندارن دیدن که ریاکشنش بسیار زیاد خفیف است. علتش تا جایی که من یادم است علتش نفهمیدن، از او خاطر بگن زنهای عامله یک شوارتزمن ریاکشن دارن، اون از او خاطر مقابل چی اساس است. کدام تبصری دیگه در این قسمت داره؟ استاد دمی میزایی که ما سپتکشاپ پریفرال اسپاسم ایجاد میشه از دلیل اندوتوکسین افراز میشه، دلیلش اندوتوکسین هست. اندوتوکسین است. در گرام نگاتیو اندوتوکسین است که در اولادی زیادتر دیده میشه، مخصوص کسایی که سقطای جنایی میکنن. در امریکا یک وقتی که سقطا قانونی نبود، در اون وقت چی بود؟ در گراج و امروی کدوند و میفهمین در کابل که امروی پنیرک داخل اون قرائم میکنن در افغانستان. پنیرک خب میفهمیم که لامینری ها را از پنیرک ساختن. در وقت در اینجا بسیار ما میدیدیم در وقت رزیدنسی خود که مریضا رو میاردن از گرام نگاتیو سپسیس. اول بسیار کم از گرام نگاتیو سپسیس. در افغانستان من یقین دارم که شما میبینیم. این کسایی را که اگر میارن که سخت شدن یا حتما محراقش پیدا کنیم. اگر محراقش منتن شدن مایومتریان بود بکشنش، اگر این مریض میمرد. بدون تداوی و از بین بردن محراق شما سپتک شاک تداوی کردن نمیتونید. درست؟ کدام تبصره دیگه داریم؟ استاد میبخشین دمی جا دمی قسمت چی که شما گفتیم در انتانات گرام نگاتیف، چون نمی خانما کست لیلشان کوتاه میباشه و امی شما خودتان هم گفتین که فلورای امی محبل و امی خود مقد یا تقریبا یک چیز میباشه، از او خاطر هم یعنی امکانات امی انتانات ایکولای در خانمای عامله زیاد میباشه. خوب سوال کرد. احتمال انتانات کلیه و دیده برق بولی در وقت حاملگی از دو خاطر است. یکی که اهلیل و ترایگون مثانه منشش از قنات مولیریان است که مثل محبل و عنق و رحم از عین جان و از خاطر است بسیار کنجشن پیدا میشه و بسیار اوزایمان پیدا میشه و بالم دار زیر تاز برزی که اینا کلشن استروژن ریسپتر داره. یکی دوم در وقت حاملگی یک فیزیولوژیک یورینری استیسیس پیدا میشه، میفهمین که یک هایدرویوریتر فیزیولوژیک در حاملگی بوجود میاد، مخصوصا در طرف راست. چرا در طرف راست؟ از خاطر که خود رحم یک دکسترو روتیشن داره. بسیار وقت ها میشه که اگر شما یورینری ترکت انفکشن آخو یک بس علاده است تداوی میکنین، مخصوصا کسایی که پایلونفرایتیس داره به حاملگی باید بسیار به شدت تداوی شده. یکی غیر از اینکه خودش اختلاطات داره و سپتک شالک میسازه اینا سبب پریترم لیبر میشه.
دون که اگر نتیجه نداد فوراً باید مراجعه سیستوسکوپی شوه یا رینال آلتراساوند شوه که بعض وقت امی قالبا با کلی بسته میشه. معلوم دار اگه یورین آتپوت پایان آمد دیگه 100% قالبا بسته شه. خب اگه قالب دیش تزایق پیدا شده بود یا هیدرون نفروز زیاد بود باید آدم دبل جی کاتتر داخل کنه. از طریق سیستوسکوپی یک کاتتر است که اینه تو جی ورس. دبل جی. این طرف هم جی است، این طرف هم جی است. که از این داخل میشه جی بالاش در حوائزه کلیه مانده میشه جی پایانش در مبین مسانه که نبروه. اینی ترشوی ادرار نرمال میسازه و فاران مریضتان از پل نفرد مبره بهتر میشه. این میمانن تا وقتی که مریض ولادت کنه بازی کاتتر آدم میکشه این مریض ها کلشن پروفلکتیک تداوی میشه. گفته تا نستم برتون استاد در اینجا هست در کابل استاد امی جی کاتتر سیستوسکوپی در کابل هست یا نیست؟ ما خو ندیدیم در کابل بیچاره افغانستان بیچاره از این موضوعات بسیار ساده و بیسک محروم است برای از این که زمامدارای ما با موترهای ایرلند کروزرهای زره ضرورت داشتن از اون خاطر با سیستوسکوپی ضرور نبود و بخشید من بسیار سارکستیک هستم که دیدیم اگر یورولوگی که در کابل باشه یا یورولوگی که وقت ما در اونجا بودیم چی بود؟ وقت هم سیستوسکوپی نبود. دکتر میرجان بود. یک وقت رئیسی چی بود؟ سبایده جان ممکن است دیده باشنی؟ میر محمد یک وقت رئیسی محسات چی بود؟ اجازی؟ آه بله. اجازی. اونو یک چی خوب بود. باشم کمال اجازی. خدا با خوفات کرد. از استادای ما بود. دیگه این چه مربوط یورولوژیست ما هم سیستوسکوپی میکنیم. هستروسکوپی و سیستوسکوپی تقریبا عین سامانه رو داره. برای کمک کار فرق میتونه کدام از را هستروسکوپ یک سیستوسکوپی کنه. سیستوسکوپی آلوفیرن در کابل میشه در شفانه بلاسم خصوصا اندویرولوژی یک کم پیشرفت کنه. بخش اندویرولوژی. اگر مریضتان بود صد روانش کنین. اگنی چی میشه؟ و رینل آلتراساوند خودتون پیده میتونی میبینین که کلیه در کجاست حال با چی که توسو کنه. شریفه جان من صدای خودت دار گب بزن تکست آمد بره من نمیشنوی صدای مره؟ من صدای خودت ندارم. این حال چیت واز است. میکروفونت چالان کو. اینه. حالا میشه این صدای من؟ کدام تکلیف داره خودت در کمپیوترت یا تلفونت. خب بخیلیم که یک موضوع دیگه را شیر کنیم. چطور؟ چی مرا خو میبینین اسکرین مرا بله؟ بله اینی بخوالم که در سر چیست؟ در سر کانترسپشن هست یعنی باز از این بالا شروع میکنیم از استاد ما دکتر صاحب سپایده جان 13 year old girl married unfortunately این از خاطر نشته کردیم در کابل شما این قسم مریضا رو میبینید 13 year old girl married and healthy desire not to get pregnant for a few years که یک چیز نادر هم است در کابل برای از اینکه دو هفته که از آرسی تیر میشه یقین دارم که خوشوا پیش شما میه که آرس معامله دار نشته
خب هر صورتی گفته که ما نمیخواییم با یک چه نقطه ملا دارشن. Her period are regular without dysmenorrhea. What is your advice to her? The first time when the patient the best is to do a consultation for the patient or counseling, because during this time the patient didn't have any ovulation after 2 years of the menarche. The patient then didn't have ovulation, and the best things for the patient to wait a few time long for 2 years without any medication. Okay. Farima Jun, what do you think? استاد اینا چون یک چی نداره ان اوولاتوری سایکل است و سنش هم خورد است. بنان استاد اگر ای بهتر از ایست که اگر از کاندوم استفاده کنم بهتر نمیشه استاد؟ خدیجه جون خودت چی میگی؟ صدی مریض دیسمنوری نداره از خاطر اوپلیشان هم نداره. اگر اوپلیشان میداشت خود دیسمنوری هم میداشتن صد. و از این باید از اول خواهد هورمون استفاده نکنم. به نظر من همین کاندم خوبتر است اگر. بسیار خوب. منطقه قدر فکرتان باشه که این قسم سوالا را که از پیشتان میکنه باید سیستماتیک سرش جواب بده. در طبابت دو کلمه ایچ وجود نداره. یکی never، یکی always. میفهمیم که خردترین طفلی که در لیتریچر حامله دار شده چند ساله بوده؟ 6 ساله بوده. یک premature puberty داشته. یک زن که زادترین بوده و به صورت نرمال ناتورال حامله دار شده در سن بالا چند ساله بوده؟ 7 ساله. اما خانم 82 ساله است. واقع کلش معجزه است که خانم حضرت ابراهیم علیه السلام در سن پست منوپاز حضرت اسحاق علیه السلام تولد شد. او رو نمیگه. 65 ساله در ایتالیا ولادت نرمال کرده و چی شد؟ ولادتش خودم در نرمال بوده خب حمل ترم ساخته. برصورت. یعنی امکان اوولیشن پیش مریضا هست. امکان روز گفتیم که 92% از اینایی که دیسمنوری نداشته باشه اوولیشن نمیکنن. 8% کسایی که اوولیشن میکنن امراض دیسمنوری نداره. از او خاطر اینا لازم مریض پسند میکنیم که با کلی نمیخوایی. اگه با کلی نمیخوایی چند چیزی کرده میکنیم. کاندوم گفتیم بسیار خوب سیستم است. آیودی اگه داشته باشین آیودی برای مریضا بسیار خوب است. میتونین که مریضا را برای منی پل سازید. منی پل را میفهمین که تناس پروجستین دارن. برای از اینکه کامبینیشن پل پیش مریضایی که سنشان 13 است. چی پرابلم ممکنه سبب شود؟ دکتر صاحب رضیا جان خودت بگو. صدا رو بخیر نمیشنوی رضیا جان خودت. میشنوید نه نمیشنوید. امکان خوندیزی ایرگولر میباشه. چرا کامبینیشن پل که استروژن است و پروژستین است؟ چرا برای از این مریضا گرچه مزاد استدباب نیست ریلیتیبلی کانتراندیکیشن است؟ چرا؟ از خاطر که استروژن اپیفیسای استخوان با صورت پریمچور بسته میکنه. قد مریضا در جره پخش میه. اون از مخاطر است که مریضا در این سن یا گروت سپرت دارن. از بچه ها که در دفعتا زیاد نشون را میکنن. یعنی وقتی که خوب استروژنشون چی کرد دیگه قدشان را قدر بلند نمیشه. یک تعداد مریضا هستن، مریضا نیستن، اطفال هستن که مثلا پدر و مادرشون مثلا 7 فوت است.
یا شش شش پنجس. نو اولادای خود دخترها رو باز نمیخواین که قدشان بلند باشه برای که اگه قد بلند بسیار پرابلم است در حیات. بوزینی ها را از سن ده و یازده سالگی برایشان دوز استروژن شروع میکنن. اینا باز قدشان کنترل میشه. زیادترین اون از مخاطر است که برای اینا چی نمیده. یک چیز دیگر را متوجه باشین که مریضا را باید کلش هر وقت که یک کیس پریزنتشن را برای شما میکنه باید شروعش از هستری این فیزیکل بکنه. آیا کدام کسی در فامیلیت کانسر نداشته، کانسر سیزیه نداشته، گرچه بسیار نادر است، منتها فشار خونش را ببینید که فشار خونش بلند باشه یا وریکوز نداشته باشه یا کدام انومالی جهاد تناسلی نداشته باشه. وقتی که گفتیم باید از باز در سر لابراتواری و در سر تداویش و تشخیص تفریقیش این آدم گفت نیست. بسیار خوب. After you advise her, what will you do next? You know, advise شما که موبایل کاندوم است، فیمیل کاندوم، male condom, diaphragm, spermicide, mini pill. با چی ما اگر بریز قابل اعتماد باشه برش mini pill یا progestin only pill برش میده. خب اینا گفته you have started an OCP low dose and she develops mild irregular vaginal bleeding. What do you think she is bleeding and what would you do to advise her? What would you advise her? That is OCP combination شروع کردن. The low doses, مثلا 20 microgram ethylene estradiol, low estrin که میگن. Low estrin 20. برش میکن یک میلیگرام نارتندرون داره. برتون میاد چند وقت بعد میگه برای من واجینال اسپاتینگ پیدا شد. آیا واجینال اسپاتینگ از چی خاطر است و شما برش چی توصیه میکنید؟ باشین که ببینیم که کارسال من کم شده. خب خدیجه جان خودت ببین این سوال رو ببین. استاد یکی خب بعض مریضا غیر منظم هم میخوره همی اورال کانتراسپتیو را اگر هیچ قضا نمیکنه هر شام میخوره هیچ قضا نمیکنه هر شام خورده و دیگه استاد تشوشات هورمونی امکان داره برش پیدا شوه دیگه که ایرگولر و واژینال بلیدینگ برش پیدا میشه. اجازه میتونی من یک چیز براتون ارز کنم. بسیار زود مهم است. ما شما حالا میخواهیم که طبابت استاندارد و طبابت منطقی را با اساس اویدنس سرش گرد بزنیم، سرش بحث کنیم. یعنی تشوشات هورمونی یک گپ فوق العاده کوچکی است. برای اینکه اینقدر هورمون است و اینقدر تشوشات داره باید صبر کنیم. وقتی که کسی گپ میزنه باید انتظار بکشیم تا که خلاص شده. ما شما خواهد این مباحثات آستاستا درست کنیم. وقتی سر تشوشات هورمونی گپ بزنیم که مخصوصا سپسیفیک سر یک هورمون گپ بزنیم. ما اگه از بجایتان باشیم اینجا چی میگم؟ میگم که چون لو دوز استروژن است و نسبتا های دوز پروژستین است برازی اندومتریال اتروفی پیدا شده از او خاطری مریض اندومتریوم شکنن شده و سبب سپاتنگ شده. من نمیگم که تشویشات هورمونی هیچ قیمت نداره. چی مانا میفتیم؟ لو دوز است ایره پرفکت بسه با تکمیل میکنیم کانترسپتیف بلندتر شمیتیم برشم. پیش ازی که کارا میکنیم برای مریض میگیم که
اثباتن برای تو هیچ کدام مشکل نمیره سانه. مخصوصا در ممالک اسلامی ای اثباتنگی که داری ای عادت موار نیست روزه تا و حضور و کل چیزا را کدر میده. دوم اگه این مریض برای 3 ماه انتظار بکشه امکانیت 60-70% است که این اثباتنگش خوب شد. اگه مریض بگه که نه والا بسیار برای ما پرابلم است باز میتونیم که 30 مایکروگرام یا 35 مایکروگرام برش بتیم مریض اثباتنگش از بین میره. جدا برش بتیم استاد؟ بله؟ سروژن جدایی بتیم استاد؟ نه همین لو استرین در اکثر برد کلتور پلای او سی پی که هست 30-35 مایکروگرام اتنل استرادیول هست. باز لو استرین از جمله است که 20 مایکروگرام داره، 25 مایکروگرام داره، 30 مایکروگرام، 35 مایکروگرام داره. خب بسیار از دیگه بر کنترل در مارکت 135 دانه استروژن پروژستین امراه کلش تنل استرادیول داره و دوزای مختلف پروژستیناشون تغییر میکنه دوزای استروژنشون کلش تنل استرادیول است. خب این حال کسایی را چند اجاز که در بیشتی نواخ شد دیگه تقریبا سرزمی گفت بزنیم. خب اینال کسایی که پروژستین میتین از که پرسان کنم کارسر ما گم شده. خب هر کس که جواب میده پروژستین چی هست؟ مشتق اندروژن است. بله؟ مشتق اندروژن است. مشتاق تستوسترون است. بسیار عالی. از خاطر پروژسترون امراه پروژسترون اورال کانترسپشن است. هیچ کدام رابطه نداره. چون تستوسترون است که 19 نار که کاربن 19ش از بین رفته از خاطر کانترسپشن بسیار عالی است. How would you follow her for her contraceptive needs? این حالی در دفعه اول دیدین، ماینه کردین، در ماینه باید فشار خون رو ببینین، جگرش رو باید ببینین که کدام تکلیف جگر نداشته باشه، گپا این حالی در فالوه پذیر چطور میکنی؟ کسایی که اول دفعه او سی پی میگیره، اگه 13 سال است یا 35 سال است. ماینه ریترن اولش بگی پس بیا، چه قوخ باید میکنی؟ سه ماه بود. برای زی که اگر هر کامپلیکیشن پیدا شوه باید از او سی پی که نادر است، اگر ترومبوفلوبایت است، اگر هایپرتنشن است، اگر سپاتنگ است یا مثلا تکلیفات جگر بسیار نادرن پیدا میشه، 3 ماه میگیره تا که پیدا شوه. از خاطر امیش ویزیت دومتان 3 ماه بود. اینال در 3 ماه وقت که دیدین که کل چیزا نرمال است، 5% مریضایی را که شما او سی پی کامبینیشن میتین اینا هایپرتنشن مصاب میشن. اینا هایپرتنشن هستن که میگن به استروژن حساس هستن. این همین مریضایی است که اگر حملان بگیرن همو جستیشنال هایپرتنشن پیشون امکان پیدا شدنش هست که پیش میگفتن پرگننسی اندیوس هایپرتنشن، آن رو تغییر دادن نامشه که جستیشنال هایپرتنشن میگه. اینی 5% که اگه برشان فشار خون پیدا شد این یا پروژستین اونلی پل میتین یا با دیگه کانترسپشنال تبدیلش میکنه. این حال وقتی که اینجن دست بعد از 3 ماه بعد نرمال بود ویزیت 3 متن 1 سال بعد است. میتونین بسیار محفوظ برش 1 سال دوابت. وقت ما یک 4-5 دقیقه مانده میخواییم کنم یکی دیگرم شیر کنیم یا ایست که بس است. استاد ببخشید ما یک پیشنهاد داشتم. چرا نه؟ استاد اگر شما موفق باشین و دیگر دکتر سایبا امروز پریزنتیشن ما بسیار خوب بود، کل ما سهم
گرفتیم، یک چیز یادم گرفتیم استاد، کلماتی بود که بسیار گپایی بود که در تبابت مثلا در نظر کس نمی، اما ما بسیاریش نمی فهمیدیم استاد. بله استاد، بسیار مهم است، بسیار خوب. بله استاد، این نمی چیزها رو فهمیدیم استاد. ما پیشنهاد ما ایست، اگرچه بر شما استاد شاید بسیار مشکل شوه، خب نظر ما ایست استاد که اگر ما امتر یکان امنمت روزانه که نمت کیس پریزنتیشن داشته باشیم، مثلا یک موضوع را که شما تعیین کنین، مثلا راجع به PCOS یا مثلا راجع به هر مرض دیگه یا هر موضوع دیگه که باشه، باز کیسایش این نمی رقم کل ما بین خود انتراکشن داشته باشیم استاد، یک خوب میشه که همونطور مغز کلگی باز میشه استاد. خوب خوب گپ هست، برای من هیچ فرق نمی کنه. یعنی سعی کنین ما در اینجا چند تا ساختیم، 7 کیس کانترسپشن ساختیم. بسیار زیاد مهم است که کانترسپشن رو بفهمیم. کانترسپشن رو باز بخونیم. دیگه باز ما شما دیگه کیس هاشه. یعنی مثلا این کیس درست است. این کیس نمبر 2 است. درست است. بسیار خوب. کانترسپشن است. باز در کیس نمبر 6 بلکل فرق میکنه. این حالا باز شما از نظر کلینیکی هم خودتان فیصله تان هم میکنین، هم امرای یکی دیگر گپ میزنیم. خوب است، بسیار حالا همین میکنیم. دیگه هفته ممکن است که سه شنبه هم امرای ابراهیم جان گپ بزنم، اگر او میخواست که همین چیز دوام بتیم امرای زوا دوام بتیم، اگر او نمیخواست چون روزای سه شنبه از اوناست، یک موضوع دیگر سر گپ میزنیم. باز روز چهارشنبه ما شما پس در سر کیس پریزنتیشن های خود میاد. اگر شما کدوم کیس پریزنتیشن داشته باشید، برای ما اینم اینجا بیارین، شما پریزنتی کنید، باز در سرش چی میکنید، بس میکنید. درست است. درست؟ خب، حال دیگه وقت ما خلاص شده، گفتم بهتر است که روز شما خوش، انشاءالله که دیگه هفته حیات باقی باشه میبینی. شب شما هم خوش استاد، سلامت باشه. خداحافظ. خداحافظ.